محمد رضا لطفی. محمد رضا لطفی در 17 دی 1325 در شهر گرگان در خانواده فرهنگی که پدر و مادرش هر دو معلم بودند زاده شد. مادرش از اهالی گرگان و پدرش زاده خلخال بود. او می گفت با تار برادرش بزرگ شده است و بیشتر تحت تأثیر تارنوازی برادرش بوده است. او در همان شهر گرگان تحصیلات عمومیش را گذراند و در آغاز جوانی برای فراگیری ساز تار به تهران نقل مکان کرد. او در ابتدا در کلاس‌های شبانه هنرستان موسیقی نام نویسی کرد و سپس به کلاس‌های روزانه نیز راه یافت. وی به مدت 5 سال در کلاس‌های آزاد هنرستان موسیقی به آموختن موسیقی نزد اشخاصی چون علی اکبر شهنازی و حبیب الله صالحی پرداخت. او در دوره هنرستان به دعوت حسین دهلوی به ارکستر سبا رفت و به عنوان نوازنده تار مشغول به کار شد و در سال 1343 جایزه نخست موسیقی دانان جوان را نیز کسب کرد. او پس از راهیابی به دانشگاه در سال تحصیلی 1352-1353 زیر نظر محمد تقی مسعودیه و با رساله موسیقی آوازی ایران مکتب اصفهان و تبریز موفق به دریافت مدرک کارشناسی از دانشکده هنرهای زیبای تهران شد و در همانجا نیز مشغول به تدریس شد. او همزمان با تار به نوازندگی ویالون کلاسیک نیز مشغول بود. او وقتی به سن 23 سالگی رسید، پس از اینکه تمامی آموزش‌های ردیف، رنگ‌ها و زرابی‌ها را پشت سر گذاشته بود، موسیقی ایرانی را رها کرد تا به سراغ موسیقی کلاسیک غرب برود و در آمریکا ادامه تحصیل بدهد. بنابراین برای مدت‌ها تنها به فعالیت در زمینه موسیقی کلاسیک غرب و نوازندگی ویالون پرداخت، اما به خاطر علاقه به سازهای ایرانی به کشور بازگشت. نخستین کار او با نام گل‌های تازه شماره 126 در سال‌های 1354 و 1355 از رادیو پخش شد و همچنین نخستین باری که ستار نوازی او به صورت رسمی شنیده شد در سال 1362 همزمان با انتشار آلبوم به یاد درویش خان بود. محمد رضا لطفی دوران سربازی خود را با سپاه دانش به سنندج رفته بود و در همین زمان با خانواده کامکار آشنا شد و به واسطه همین آشنایی وی با قشنگ کامکار ازدواج کرد که امید لطفی حاصل این ازدواج است. البته آنها در نهایت از یکدیگر جدا شدند. وی صبح روز جمعه 12 اردیبهشت ماه 1393 بر اثر بیماری سرطان پروستات در سن 67 سالگی در بیمارستان پارس تهران درگذشت. از آثار وی به جان جان، عشق داند، بیداد و سربداران می توان اشاره کرد.